سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اعتماد به نفس واقعی با خودشیفتگی متفاوته. هرچند این دو اغلب اشتباه گرفته میشن، ولی افراد خودشیفته میخوان همه فکر کنن که اونها انسانهای ویژه‌ای هستن. اونها به تحسین دیگران نیاز دارن و حس میکنن سزاوار تحسین و توجه دیگران هستن، و این احساس در ناامنی‌های عمیق اونها ریشه داره. ولی اعتماد به نفس واقعی هیچ ارتباطی با خودخواهی یا نیاز به تایید دیگران نداره. این دو با هم متفاوتن، چون با پاداش و تایید دیگران ایجاد نمیشن، بلکه با سخت کوشی و ایجاد عادت‌های عالی شکل میگیرن. در این برنامه با ما همراه باشید تا 11 رفتاری که هرگز در افراد با اعتماد به نفس نمی‌بینید رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. افراد با اعتماد به نفس واقعی نیازی ندارن که دیگران آرامش و ثبات اونها رو ببینن، چون اهمیتی به این مسئله نمیدن. اونها میدونن که کدوم طرف شماله و به توانایی مسیریابی خودشون اعتماد دارن. برای اونها اهمیتی نداره که چه موانعی بر سر راهشون قرار میگیره، چون به راهی که در پیش گرفتن ایمان دارن و میدونن که میتونن به مقصد نهاییشون برسن. جالب این که این عقیده اونها دیگران رو هم جذب میکنه، چون باعث میشه که همه اعتماد به نفس بیشتری نسبت به خودشون داشته باشن. متاسفانه برای ایجاد اعتماد به نفس واقعی، یعنی اون چیزی که ما میخوایم، باید تلاش کنیم. شما نمیتونید فقط با خریدن لباسهای جدید انتظار داشته باشید که اعتماد به نفس خودتون رو در طول فراز و نشیب‌های زندگی حفظ کنید، بلکه باید با کمک تمرین‌های توسعه فردی اعتماد به نفسی که آرزوی اونو داشتید در خودتون ایجاد کنید. حالا بریم سراغ خصایصی که افراد با اعتماد به نفس اونها رو در خودشون از بین بردن. مورد اول، درگیر خودگویی منفی نمیشن. بدون شک اون مربی درونی بد اخلاق در مقطعی از زندگیتون به شما انگیزه داده، ولی الان شما را عقب نگه داشته و عزت نفس شما رو پایین آورده. میای یامانو چی میگه؟ به خودتون چیزی نگید که هرگز اونو به بهترین دوستتون نمی گفتید. ما اغلب چیزهایی به خودمون میگیم که از روی بدجنسی بیپایه و اساسه و به هیچ وجه صحت نداره. مورد دوم، بیش از حد به چیزهایی که دیگران میگن اهمیت نمیدن. به دنبال تایید دیگران بودن، این فکر رو تقویت میکنه که شما به تایید و تصدیق بیرونی نیاز دارید، ولی حقیقت اینه که عشق درونی شما کافی نیست. برای اهمیت ندادن به حرف مردم و اینکه بتونید شخصیت خودتون رو بسازید، از تلاش برای برآورده کردن انتظارات دیگران دست بردارید و قدر خودتون رو بدونید. مورد سوم، افراد با اعتماد به نفس فقط به کمبودها توجه نمی کنن و فرصتهای موجود برای رشد رو می بینن. تمرکز کردن بر محدودیت‌ها فقط باعث قدرت گرفتن اونها میشه. ضعف‌ها و کمبودها رو به زمینه‌هایی برای رشد تبدیل کنید و در نهایت اقدام کردن برای رسیدن به پیشرفتی معنیدار رو شروع کنید. مورد چهارم، افراد با اعتماد به نفس همش درگیر صفحه‌های نمایش نمیشن. مغزتون رو تمام روز درگیر خیره شدن به صفحه‌های نمایش نکنید. تمام افراد باهوش و با استعداد میخونن و تفکر میکنن. به جای اینکه به دنبال سرگرمی ها و تفریح های سطحی باشید، زمان اون رسیده که به دنبال راههایی برای رسیدن به موفقیت و اعتماد به نفس بیشتر باشین. مورد پنجم، همش درگیر گذشته نیستن. فرقی نمیکنه که چه شرایط خوب یا بدی در گذشته داشتین، چون اون اتفاقها قبلن رخ دادن. توجه خودتون رو به امروزتون معطوف کنید و ساخت آیندهی بهتر رو شروع کنید. مورد ششم،
افراد با اعتماد به نفس با نگرانی آینده را پیشبینی نمی کنن. تنها راه رسیدن به آینده‌ای که می خواهید اینه که همین الان مفید و کارآمد باشید. خیالها و رویاهاتون در مورد آینده ارزشی نخواهند داشت مگه اینکه در همین لحظه دست به کار بشید و برای رسیدن به اونها تلاش کنید. مورد هفتم، افراد با اعتماد به نفس اول نظرات خودشون رو بیان میکنن و بعد نظرات دیگران رو میشنون. تجربیات و نظرات خودتون رو بشناسید. موضع خودتون رو داشته باشید و با پذیرا بودن نسبت به اطلاعات جدید دیدگاه های دیگران رو هم گوش بدید. سعی کنید همیشه در جایگاه منفعل و تسلیم قرار نگیرید. مورد هشتم، این افراد برای آروم کردن زخمای درونی خودشون به دنبال چیزهای بیرونی نیستن. کسانی که واقعاً اعتماد به نفس دارن از دردهای عاطفیشون آگاه هستن و فعالانه با درمان این دردها یا دریافت آموزش‌های لازم برای رفع اونها تلاش میکنن و گرفتار مکانیسم‌های دفاعی و لذت‌های موقتی نمیشن که به برطرف کردن مشکل اصلی و زمینه‌ای کمکی نمیکنه. مورد نهم، افراد با اعتماد به نفس بر مشکلات کوچیکی که واقعا اهمیتی ندارن تاکید نمیکنن. ایجاد مشکل و استرس غیر ضروری رو متوقف کنید، چون با این کار فقط از انرژی با ارزشی که باید بر رشد فردی و حرفه‌ایتون سرمایه گذاری کنید خالی میشید. مورد دهم، به جای تمرین قدرشناسی در مورد اشتباه‌ها، پشیمونی‌ها و شکست‌هاشون فکر نمی‌کنن. بیشتر مردم دقیقاً همون چیزی نیستن که می‌خوان باشن. آدم‌های شاد و با اعتماد به نفس قدر داشته‌هاشون رو می‌دونن و این قدرشناسی باعث میشه که به رشد بیشتر و ساختن زندگی رضایت بخش برای خودشون ادامه بدن. مورد یازدهم، افراد با اعتماد به نفس زمان رو برای مقایسه کردن خودشون با دیگران هدر نمیدن. از اینستاگرام بیرون بیایید. حسادت کردن و غبطه خوردن به زندگی دیگران وقتی میتونید ارزش واقعی خودتون رو کشف کنید هیچ فایده‌ای براتون نداره. فرصت‌های بیشماری در جهان وجود داره و هرچه برای بهبود مهارت‌هاتون بیشتر تلاش کنید اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنید و زندگی بهتری هم دارید. افراد با اعتماد به نفس نیازی به تایید دیگران ندارن، چون به خودشون و تفکراتشون اطمینان دارن. شما هم میتونید این گونه رفتار کنید به شرطی که با دید بازتری به خودتون و اطرافتون نگاه کنید. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه 10% از زندگیتون وقایعیه که با اون روبرو میشید و 90% باقی مونده شیوه برخورد و پاسخگویی به اونهاست. پس مراقب عکس العملاتون باشید. پیروز و سربلند باشید.